راحل رو رد کنی 5000 تومان بلیتش. تنها چیزی که گرون نشده همینه. حالا بریم داخل. بریم کنترل بلیت. سلام بچه ها، چطورین؟ خوبین؟ سلامتین؟ اومدیم امروز موزه، واقع موزه نادرشاه. حالا بریم براتون جزئیات کامل چه بذارم. با ما همراه باشید، لایک و سابسکرایب هم فراموشتون نشه. این چیه بایستا؟ توپه دیگه. اینجا نمیتونم بلند صحبت کنم چون اینجا گردشگر و اینا زیاده. بعد البته سر زوره، اونقدر زیاد نیست ولی در طول روز زیاد میاد اینجا، جز مکانهای دیدنیه. بعد انشاءالله در اولین فرصت میکروفون بگیرم. بچه میکروفون سوال کردم 13 میلیون تومن به خاطر هم نگرفتم. این سیمیا که به درد نمیخوره، این سیمیا که به درد نمیخوره. بچه بذارم اینجا بشینم با بچه صحبت کنم دیگه. دوستای عزیز انشاءالله در اولین فرصت میکروفونم تهیه کنم، ولی فعلا خب قیمت گرفتم 13 میلیون خورده، خیلی زیاد بود. بعد به خاطر همون نتونستم بگیرم. از این سیمدارا که هستش قیمتش هم پایینه، زودم خراب میشه، ولی خب به دردم نمیخوره. اونا زیاد اونقدر کاری نداره، زودم خراب میشه و وقتی که میایم بیرون نمیشه که سیمو بهش وصل کنیم و اینجوری بزنیم بیرون، خیلی بد دیده میشه. بعد اینجا خب یه خورده شاید گیر بدن، بگن مجوز چیز بدین، خبرنگاری و اینا بدین. بعد به خاطر همینم جالا بگیرم، بیسیم شه بگیرم. خب بیسیم بگیرم فعلا که قیمت کردم 13 تومن بودم، من گوشی من 13 میلیون نیستم، چی برسه که چی برسه به میکروفون 13 میلیون تومانی. بله ماما باشیم بچه ها، بریم نگاه کنیم اینجا چه خبره. اینجا نرم ماما جان، از اینجا خود خونه اندازی. این فضاش خیلی قشنگه، تالار تصاویر. خب بریم این طرف دیگه تصاویر رو. بیا الیس آقا، الیسی بیا اینجا، بیایم بریم داخل رو نگاه کنیم بابا این تصاویر رو بخواییم چی کنیم. نادرشاه افشار به توضیحات نمیشه در موردشون. کسایی که به تاریخ علاقه دارن خیلی خوبه. ما زمان مدرسه به تاریخی که علاقه داشتم، ولی دیگه بعدش دیگه علاقه نداشتم. وقتی درس رو داشتیم تمام کردیم، کنار گذاشتیم. بریم ببینیم. مجسمه نداره، مجسمه برای هر یک ساعت اینجا 5000 تومان بلیت میگیرن، که 5000 تومان الان اینجا توی ایران یک آدم سم نمیشه. خیلی خوب مونده قیمت هایشون بالا نرفته. البته چیز خاصی هم نداره دیگه، همین درخت و گل بلبلش قشنگ تر از او تصاویر داخلشه. اینجا یک جورایی میشه روبروی دقیقا حرم بچه ها، بعد مسیرش دماغ خیلی نزدیک خانه. چیز خاصی نداره بچه ها، این نماهای سنگی رو که خودشون درست کرده. فقط چند تا عکس بود از نادرشاه و چند تا از شاههای ایران، بعد زیرش یکارم توضیحات نوشته بود. ما به هوای مجسمه و اینا آمده بودیم. کلا ما کل عمرمونه که توی همین ایران بودیم از اول، بعد همین مشهد هم بودیم زندگی کردیم، ولی هیچ وقت اصلا نیامده بودیم اینجا که اینجا چی شکلی هستش و چی داره چی نداره. یه اینجا هم الان نزدیک خانه ما بود، حوصله ما هم تو خانه سر رفته بود، ببریم یک دفعه با الیاس موزه یکم چیز نیز نگاه کنیم، موزه بریم از این استانی و جور چیزا نگاه کنیم. برای الیاس هم خوبه، فعلا تنها مجسمه که پیدا کردیم همیه. بالا بریم اون طرف ببینیم، اون طرف همیه.
خدا هر جای میم یا آب خوردش میه یا قضا خوردش میه، میشه یا اسباب بازی میخواد. اصلا یک دفعه نگفتم مامان بریم بیرون هیچی مثلا بر من نگیر. فضاهای داخلی این موزه هستش. خب بندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. این زرتشت راه در جهان یکیست و آن راه راه راستی است. اینجا فکر کنم صنایع دستی داره برای فروش، نادرشاه افشار. ای بنده خدا من پول بلیط داده داره توت مخوره بچه ها. من بلیط گرفته بیاد توت بخوره. زیاد با این تصاویر و آثار باستانی کاری نداره. آره بریم ببینیم اینجا چیا داره. خوش آمدید، ویلکام تو هندی کرافتز. بسه اینا شو بگیرم اول. چی چیه؟ قلیون باشه یا آب نمایه؟ نمیفهمم چیه. من خودم بچه هم این مجسم هایی که اینجا گذاشته فکر نمی کنم مثلا هیچ مجسمی داشته باشه غیر از همینا، همه شون عکس بود. عکس هایش تو کتاب هم دیدم شد دیگه. چی تو آمده براش موزه زده؟ سنگ های تزینی به اینجا لیسا با وای من عاشق این هایم بچه ها. خیلی باحاله. مثلا کلن چیز سنتی رو خیلی دوست دارم. گوش نه اونا کشک بیرجندیه نیستش. بیا بیا نیستش، شبیهش بود فکر کنم. نگاه کنید بچه ها، اصلا کل موزه هیچی نداشت، قشنگیش به همین صنایع دستی اینجاشه. الیاس آقا دست نزم اما خب بیاییم بپرسرم چقدر از این آوان سنگیون نیاز داشتم. بکنید چه خوشگله. نگاه جان امان یک نگاه کلی بندازیم بچه ها. دستتون نزن خب. ببین چه خوشگله، به به. من اصلا عاشق کارهای سنتی هم واقعا. اینا رو نگاه کنین، از اینا پن میکنن دم درشون مردم ها، اون لاکچری ها، اونایی که خیلی خونه های شیک دارن. خیلی خوشگله. نگاه کنین. بریم بریم. چون ما سر زور اومدیم اینجا خلوته. آوانای سنگی، دیگای سنگی. از اینجا خارجش باشه سرزده نکنیم. بس خودتو به جایی نزنی. بس دیگای سنگی. اینا فروشی هم هستن؟ من فکرم نمایش کنه. اون هاونای سنگی که اینجا هست چه قیمت هم؟ این کارهای 150 200 تومن 180. چون نقش نگار داره این قیمته. بعد اونایی که ساده هستن چه قیمت هم؟ از این کیفا ای چقدر نازه کل پشتیه. چرموی اصل اونا سنگ نمک. بیا
پاپوش بردانه؟ باز نگاه میکنم بذار مخوتو به گلدونا نزن خب اوه اینا همشون چرم درجه یک اصله کیفای چرم خوراک لاکچری پوشا دیگه اونایی که چیزای لاکچری و اصل دوست دارن که داخل نمایشگاه داخل چی میگه باغ موزه نادری از این وسایل های ناب درجه یکی چرم اصل دارن بچه ها اگه خواستین تهیه کنین بیاین داخل موزه بعد اینجا یه نمایشگاه کارهای دستی دارن در واقع فروشگاهه من میگم نمایشگاه دست نزن من بیا اینجا رو پیدا کردیم بچه ها نوشته محمد دقی خان پسیان اولش نمیدونم یه چیزی نوشته نمیفهمم چیه بود سر قبر سرهنگ محمد تقی پسیان اینجا هم آتلیه و عکس گرفت عکس برداری آب بخوریم آقا جلوی خوره هیچی نبود بچه ها هیچی فقط تنها چیزی که داره این فروشگاهشه فروشگاه هنرهای دستی چه قرمزه؟ این هم جای او بنده خدایی که آمده بودیم داشت توت میخورد بیا اینجا الیاس توت هم داره بچه ها نگاه کنید شاتوت همش این قرمزاش بخور خب از اون کالا نخور از اینا بخور از اینا خوردم آره بچه ها جاتون خالی موزه که چیزی نداشت خب آمدیم دیگه حداقل توت بخوریم مثل بنده خدایی که پول بلیط داده بود آمده بود که اینجا توت بخوره الان واقعا حکایت از ما چیز که دستگیر ما نشد خواهش که یکم توت بخوریم یک روز جایتون خالی بچه ها آمده بودیم که توت بخوریم البته اینجا نه جای دیگه رفته بودیم جایی که درخت توت داشت رفته بودیم توت بخوریم یعنی هیچی نبود هیچی که البته قبلش هم یک دو روز قبلش هم تگرگ آمده بود همه رو زده بود بعد از اون خاطر هیچی توت نبود بعد الان به طور اتفاقی آمدیم باغ نادرشاه افشار این درخت توت اینجا دیدیم و اینکه توت هم داره بعد الان الیاس خیلی جذب گرفته همیشه تون تون داره توت میخوره الیاس تو آب کثیف نیفتی همجور سرد و گرمه یه دوست عزیز مرسی که تا اینجا با ما بودید این موزه هیچی نداشت الکی از اینا نکنید اگه توت میخواین که بین توت بخورین ولی فضایش خوبه فضای بیرونیش خیلی خوبه داخلش هیچی نداره اگه در مورد تاریخ و اینجور چیزا خیلی کنجکاوین برای شما خوبه وگرنه مجسمه و نمیدونم اینجور چیزا هیچی نداره لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نشه عزیزای دل من دیگه وقت شما رو نمیگیرم خداحافظ روزتان بخیر.